چطوری بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز تو این ویدیو با هم میخوایم به یه استعداد جدید و خفن ریاکشن بریم. من قبلا هم گفتم کسایی که واقعا میترکونن توی فضای مجازی، من 100% کاراشون رو پوشش میدم، هم آشنا بود هم پیاده. این دفعه یه پسری به نام آتا که جدیدن داره میترکونه، چند تا فریستایلش توی فضای مجازی توی اینستاگرام فکر کنم میلیونی شد. به شدت مشتاقم ببینم کارش چطوری است. من یکی از اجراهاشو دیدم و چقدر خفن بود. یه استایل خاص خودشو داره و اگه همین مسیر رو ادامه بده مثل آشنا واقعا میتونه بهتره کنه. بریم ببینیم آتا برامون چی آورده. شما هم پیج اینستاگرامش هم میذارم توی دیسکریپشن. هنوز گلوه درگیره. میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید و ازش حمایت بکنید. برو بریم، فکر کنم سه تا فریستایلش رو تو این ویدیو باشه میخوام با هم ریاکشن بریم. هر چی آدم دیدم تو شهرمون گشنه بود. صداش زیاد کن. هر چی آدم دیدم تو شهرمون گشنه بود. نسلای قدیمی هم که خوب دور بودن. پشت و رو. ممکنه زنگ بزنن ارگانای دولتی سلام. همسایه ماهواره آورده پشت بوم. به تو چه؟ سرت باشه کار خودت لعنتی خوب. راست میگه دیگه، برای چی همش سرمون تو چیز هم دیگه؟ اصلا سال نو شده، یه سری از عادتهای بعدمون رو بذاریم کنار. برده پشت بوم. به تو چه؟ سرت باشه کار خودت لعنتی خوبه. منم بگم که استعمال میکنی صنعتی. این بله مخصوصا کسایی که مثلا تریاک میکشن اصلا یه محله رو بو برمیداره دیگه. میخوایم منم چیز کنم استوری بذارم همسرم تریاک میکشه؟ سنش نزدیک های جنتی. سر شپنجره بیرون آمار میده ضربتی. آدم میکنی ساهواره آورده پشت بوم. به تو چه؟ سرت باشه کار خودت لعنتی خوبه. منم بگم که استعمال میکنی صنعتی. یارو شده سنش نزدیک های جنتی. سر شپنجره بیرون آمار میده ضربتی. آدم ها اینجا میدن رادیکالی ها. انگار بیکارن، همش دارن با چهاردیواریت کار. این درخت قدیمی میده تا یه جای بار. باید بمالی اگه مشکل مالی داری. کاش بمالی اگه مشکل مالی داری. مالیدن و مشکل مالی باحال بود، قشنگ گفت. دیواریت کار. این درخت قدیمی میده تا یه جای بار. باید بمالی اگه مشکل مالی داری. کاش بنخشید اونقدر بی‌ادبم نیستم. من نهایت پر کنم فوش و یه دفتر 20 برگ. من از اونا بودم که همیشه تعلیستم، ولی نشنیدی که این زبون واسه یه کسی نیستن. این بده بیانجی میگه هر کار چی هم میخوای رو من انگ بذاری بذار، ولی انگ خایمالی یا لیست زدن اینا نیستن. و چقدر خفن بود. بریم حالا اجرای بعدی رو هم ببینیم. فکر کنم این وایرال ترین ویدیوش بود، فکر کنم چند میلیون ویو گرفته بود اون ویدیو. ببین سخت این مارکت میطلبه دیگه کارای دیجیتال. سر همین این بود من فکر کنم دیدم. آره من این ویدیو شدیم میطلبه دیگه کارای دیجیتال. سر همین موضوعه که بیتاشو ببینیم. شاید بگی نه باید تو دفاز کمیکال جام توی بنز هم به استایلی که داره میخونه نه من یاده سیناسایی قدیم میندازه. موضوعه که بیتاشو ببینیم. شاید بگی نه باید تو دفاز کمیکال جام توی بنز هم بده روی سیوی ها. شبای نشون میده منتقدو گوغ میخورن. فقط خانواده‌تن که برات گوغ میکنن. دانشمندا نتیجه گرفتن احترام مرغن آخه بعد هر اجزا تخم میکنن. اگه کمکی بهم نمیکنی بال گفت میگه دانشمندا فهمیدن که هیترا مرغن چون بعد هر اجرا تخم میکنن. گفت بعد هر اجرا تخم میکنن. اگه کمک واقعا قشنگه. خانواده‌تن که برات تخم میکنن. دانشمندا نتیجه گرفتن هیترا مرغن آخه بعد هر اجرا تخم میکنن. اگه کمکی بهم نمیکنی فاصله بگی. خب دور باش تا کامتو بگی. باحالی اگه از همون دورم حالتو بگی. میگی سوخت میدم. یا اگه نمیخوای کمکم بکنی برو از همون دور کامتو بگیرش خالتو بکن به من کاری نداشته باش. واقعا بعضیا به جای اینکه کمکت بکنن سنگ اندازی میکنن تو مسیر پیشرفت. کامتو بگی. باحالی اگه از همون دورم حالتو بگی. میگی سوخت میدم پا بیا نازل بگی. دهنم نداره چ... نازل باحال گفت. نازل گلوه میگم. همون چیزی که باش بنزین میزنید نازل میگید سوخت میدم. از اون طرف سوخت و بنزین و نازل، از اون طرف سوخت دادن باختن و نازل هم منظورش خیار شدی. اگه از همون دورم حالتو بگی. میگی سوخت میدم پا بیا نازل رو بگی. دهنم نداره چپ تو بس اس تو کم میارد ست تا اسم و رسم این تیکش هم یاد نیموش منو میندازه. ست تا اسم و رسم اس تو رفت نمی کنم فقط مس خودم. تا وقتی که بخوام کنم جسم و ترگ لیت کمن میکنه برنده کتبا. اونی که ناکتت میکنه با دوتا فتپا. تو دنیایی که رضا پیش رو زحمت میکشه نگین فضلی میشه علت ترم به رپ فارس. راست میگه دیگه. این چی بود این وسط؟ ولی
ببین یه چیزایی من دیگه خودم این کارم دیگه. آقا بعضی از یوتیوبرا و بعضی از اینستاگرامرا و اینفلوئنسرا یه چیزایی میگن که اصلا میدونن دارن چرت میگن، ولی میگن که وایرال شه. میدونی چه؟ من میتونم تو ویدیو بعدی میام یه حرفی بزنم اصلا با عقل و منطق و همه چی جور در نیاد، کلی هم هیت بگیرم، ولی اون وایرال میشه. این چیزی هم که نگین فضلی گفت، فقط گفت یه گفته باشه که وایرال شه و وایرال هم شد. بعد اونجا هم که میگه پیشو داره زحمت میکشه، هم واقعا پیشو داره زحمت میکشه، هم که ما داریم زحمت میکشیم، دو تا معنی میداد زنه با. تغلت کمک میکنه برنده کتبا، اونی که ناکوت میکنه با دوتا فتپا، تو دنیایی که رضا پیشو زحمت میکشه نگین فضلی میشه علت ترند رپ فارس. گوشاتون تیز بازات تا فریزم، یه جور روبیت میام پشماتن اولا پاد میریزم، میرسم منم یه روزی ببین کاپام فریزم، الان دافینی بوسته اونجا که آقام سیریزم. اوکی من خیلی عشق میکنم بعضی وقتا رپرها میان یه پانچه های میزنن که خیلی شاست ساده به نظر برسه، ولی هیچ کسی تا حالا نگفته. وقتی مثلا اینو میگه واه چه پانچ باحالی، ساده ولی باحال. یه اونجایی الان داره دوفام بوست میکنه که قبلا با هم سیدی بود. رپرام میکشن منم یه روزی ببی کاپام فریزم، الان دافینی بوسته اونجا که آقام سیلیزم. رپرام میکشن تو زیر زمین ها قد، آخه فقط زیر زمین امنه، رو زمین ها نه. یا اومدی میگفتن پشت تیم کوشن اینا پر، الان فقط خودم هم و خودم و این کلا کپ. ای بابام به ام میگفت پسرم این جماعت سود چون میخوان ازت بکنن، به شرفم که وفای سگا خیلی بهترم. من خر میگرفتم حرفاشو یه برم، به ام میگفت ببین دیگه یه آدم دیگه ای، از این جماعت هیچ موقع به دل نگی کینه ای. مامانم میگفت قربون اون دو تا چش تیله ایت، افتخار میکنم برید توی کار بیمه ای، اما من توخص رفو گرفت. ببین قشنگ داره یه پدر و مادر تیپیکال ایرانی، مادره میخواد یه شغل اداری بگیره پسرش قشنگ هم آبرو داشته باشه هم پول داشته باشه، بابا هم میگه آقا به حرف این اون گوش نکن، درس زندگی میده بهت. قربون اون دو تا چش تیله ایت، افتخار میکنم برید توی کار بیمه ای، اما من توخص رفو گرفتم تو آغوشم، هم رفیقم شد هم رلو بچه و ناموس و هم همیزم خیلی اخوابای شبام کابوسن. مامان یه روز میبینی که دنیا جلوم زانو زد، منم برم پسر پولی شده باز خودش، بارم خودش میخواست که درس خیابون و پاس کنه، آشنا با مزه دهن آدم های لاشخونه که الان دورش دیگه بسترندای آسپوره. یکی هم داره با اون آشنا حرف میزنه، پاس کن آشنا با مزه دهن آدم های لاشخوره که الان دورش دیگه بسترندای آسپوره. و تمام. ببین واقعا به نظرم استعدادش رو داره، سه تا اجرایی که با هم دیدیم هم تکنیکش رو دیدیم، مخصوصا اون فریستایل دومش، هم پانچای خیلی سیکو مریضی داشت و هم نشون داد که فلکسیبل روی بیتای مختلف میتونه بخونه. دوست دارم ازش نوع چی میگن ژانرهای مختلف رو ببینم، همون کاری که مثلا آشنا میومد انجام میداد، مثلا میاد هر ژانری رو قشنگ نشون میداد چقدر خفن بلد، هم احساسی بخونه هم دیس بخونه هم گنگ بخونه هم تکنیکی بخونه. و زیر ذره‌بین داریمش، ایشالا که به اونجایی که میخواد زودتر برسه، اون چیزی که خودش گفت جهان جلوم زانو بزنه زودتر یه اتفاق بیفته. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.